بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین اللهم صل على محمد و آل محمد بینندگان عزیز سلام و درود بر شما امیدوار استم که شادکام و تندرست و پیروز باشید یک برنامه دیگه از برنامه های بربال حکمت با شرح و تفسیر حکمت نهم در خدمت شما سروران ارجمند هستم امیدوارم که خدای تبارک و تعالی توفیق فهم سخنان مولا علیه صلاة و سلام و توفیق عمل و این سخنان را به همه ما لطف و کرامت بفرماید در این حکمت نهم آقا امیر مؤمنان علی علیه صلاة و سلام می فرماید اذا اقبلت دنیا علی احد اعارته و محاسن غیره میگه زمانی که دنیا به انسان روی بیاره مال دنیا ثروت دنیا مقام منزلت جا هر چی که از دنیا باشه به با انسان روی بیاوره و محاسن غیره به عاریه میده خوبی های دیگران را برای ازی به عاریه میاره یعنی خوبی هایی که مال دیگرانه دنیا و مردم دنیا به ای انسان نسبت میدن و ازا ادبرت و ازا ادبرت عنه و زمانی که دنیا از یک انسان پشت کنه فقیر شود از چشم مردم بیفته سلبت و محاسن نفسه حتی او خوبیایی که این انسان داشته چنال دنیا از این پشت کده حتی او خوبیایی که داشته او خوبیار ازش میگیرند یعنی دنیا او خوبی ها از ای میگیره پس بنابراین اقبال و روی آوری دنیا و ادبار و پشت کردن دنیا به انسان یک سری پیامدها ها و آثاری داره یکی از آثارش همیه که خوبی های مردم برای انسان قلمداد میشه در صورتی که دنیا به انسان روی بیاره و پیامد منفیش دیگهش اینه که خوبیایی که خود انسان داره حتی او خوبیام ازش گرفته میشه خب معمولا کار مردم دنیا همیست و خدمت شما ارز کنم که دی زمینه ابن عبل حدید که از شاعرهای از شاره های نهج البلاغه است میفرماید که چه بسیار از اشعار بسیار نقض و اشعار بسیار خوبی که چون سرایندش و گویندش معلوم نیست ایر مردم به حساب شعرای مشهور میمانند مگه فلانی گفته در صورتی که فلانی رویش از این قضیه خبر نداره چون معروفه چون مشهوره هر شعر خوبی که صاحب نداشته باشه یا صاحبش گمنام باشه به با اون نسبت میتن خیلی از کتابایی که نوشته شده صاحبش گمنام بوده یا صاحبش نخواسته که نامش سر زبان ها بیفته دنیا و مردم دنیا ایره به حساب برخز نویسندگان چیرده است برخی از نویسندگان مشهور میمانند این قضیه و بسیار معروف و مشهور کار از ما انسان‌ها. حتی ابن عبی الحدید معتزلی میگه که یکی از شخصیت هایی که دنیا بهش روی آورده بود با تمام وجود جعفر برمکی وزیر هارون رشید بود بسیار هارون رشید نسبت به این شخص علاقه داشت و این شخص تعریف میکرد ازش تمجید میکرد تا جایی که نوشتن که هارون رشید گفته بود که جعفر برمکی در فساحت و بلاغت از قص ابن ساعده که از فصحای عربه گفته جعفر بالاتره گفته در سیاست جعفر از عمر ابن خطاب بالاتره در زیبایی از مصعب ابن عمر بالاتر از مصعب ابن زبیر بالاتر است و حتی کار به چنان تعریف و تمجید رسانده که میگه ده دا پاک دامنی جعفر برمکی از یوسف صدیق علیه السلام و سلام بالاتره کلی حرفا حرفای بسیار بی است هیچ کدام از اینا واقعیت نداره تعریف و تمجید هایی که هارون رشید برای جعفر برمکی داشته هیچ کدام حقیقت نداشته ولی جعفر چون معروف بود مشهور شده بود سیاست مدار بود در چشم هارون و اطراف هارون این قدر خوبش آمده بود که به چنین تعریفات و تمجیدهایی روی آورده بود اما خب چطور میشه که انسان وقتی دنیا بهش روی بیاوره اینقدر مورد توجه قرار میگیره که خوبی های مردم برای این نسبت میتن و بدی که اصلا برش نسبت نمیدن و چطور میشه که اگر دنیا از انسان پشت, پشت کنه به انسان حتی خوبی های انسان مردم نادیده میگیرن چند دا علت داره دوستان بزرگوار یک علت انسان های متملق انسان های چاپلوس وقتی یک کسی به یک جایی میرسه به یک نان نوایی میرسه به یک شهرتی میرسه به خاطر از که بتونن از این موقعیت استفاده کنن و از این شخص به اصطلاح استفاده کنند امکانات مادی و معنوی ازش بگیرن شروع میکنن به تملق و چاپلوسی و ساختن خبرها و داستانها و پیوند دادنش به این انسان بلکه بتونن از این طریق به یک نان و نوایی برسن علت دومش هم ایست که معمولا انسانها ها استور سازه قهرمان پرورن اگر یک جای یک نفری یک خوبی داشت دو تا برش درست میکنن اگر دو تا داشت سه تا برش درست میکنن چهار تا برش درست میکنن و اسطوره هایی که ما در ادبیات و زبان فارسی عربی جای دیگه داریم از زمینش افت میگیره یک انسانی بوده یک پهلوانی بوده چنان از یک اسطوره ساختن که با هیچ کدام از برخی از کارهایی که برای اینا نقل میکنه با هیچ عقل و نقل و شرعی جور در نمیاد ولی خب انسان اسطوره سازه انسان رستم میسازه، انسان سیمور تیار میکنه، انسان هرکول تیار میکنه و اینا پس اینا از بحث های استور سازی و افسان سازی انسان هایه. و نکته سوم است که انسان ها همون انسان های متملق و چاپلوس اگر یک وقت انسان ضعیف دیدن و با خاطر خوشنودی یک کسی دیگه ضعیف کشی را میندازن حتی اگر او چند دانه خوبی داشته باشه خوبیایش نادیده میگیرن و حتی خوبیایش که نادیده میگیرن ایج ای که بمانه سر جاش برش بدی میسازن بوق و کرنا میکنن بدی براش تیار میکنن میسازن تبلیغ میکنن تا این شخص از چشم فلان شخص بندازه وقتی این شخص از چشم فلان شخص انداخته شد خوی انسان متملق و چاپلوس به جایی میرسه پس عجیب فرموده است وجود نازلین امیر مؤمنان علی علیه الصلاه و السلام اذا اقبلت الدنیا علی احد زمانی که دنیا به یک شخص روی بیاورد اعارته محاسن غیره به عاریه میته خوبی های غیرش برز ای که میگه به اعارته به عاریه میت علتش ایه که دنیا و آنچه که در دنیایه چی از خوبیاش چی از بدیاش ماندنی نیست چند سباهی میمانه و بعد از او از انسان گرفته میشه مرگ میآیه و تمام او چیزایی که انسان برای خودش درست کرده از انسان میگیره و اضاعت برات عنه و زمانی که دنیا از انسانی پشت کنه سلبت هو سلبت میگیره از او سلب میکنه از او محاسن نفسه حتی خوبیایی که خود انسان داره دنیا و مردمای چاپلوس و متملق در دنیا بعضی از اوقات ای خوبی های انسان را هم سعی میکنه نقل نکنه و حتی بعضی از اوقات اینا را کتمان کنه امیدوار که خدای تبارک و تعالی به ما ای توفیق عنایت کنه که از ای انسان هایی نباشیم حق و حقیقت را ببینیم و زشتی را ببینیم حق و حقیقته گسترش بتیم و جلو زشتی و کارهای منفی ره بگیریم والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته